سلام با فرا خبر خوش آمدید در این برنامه بهای کشتن غیر نظامیان در حملات هراس افغانان در افغانستان دلسردی کمک کنندگان نسبت به طالبان آیا منابع مالی طالبان کاهش یافته است زمانی که ترامپ تحت تاثیر دویت پتریوس قرار می گیرد افزایش کشته شدن غیر نظامیان در حملات طالبان در افغانستان باعث دلسردی کمک کنندگان مالی این گروه شده است مولا رحمت الله کاکازاده دیپلمات رژیم طالبان بر روزنامه گاردین میگوید که کمک کنندگانشان نمیخواهند با پولهای آنها کودکان و غیر نظامیان در افغانستان کشته شوند این دیپلمات پیشین طالبان میگوید که اکنون بیشتر زخمیان طالبان نمیتوانند به علت نبود بودجه در شفاخانه های پاکستان بستری شوند در کنار این گفته می شود که پاکستان پس از دیدارهای مقام طالبان با مقام افغان در قطر در گیری شما را از اعضای طالبان را در پاکستان آغاز کرده و با کاهش پولهای پاکستان طالبان به دنبال پول کشورهای دیگر افتادند اما آیا در نگرش پاکستان نسبت به حمایت مالی از طالبان در افغانستان تغییر با وجود آمده برای بحث بیشتر در این باره جاوید کوهستانی آگاه مسائل امنیتی و دکتر جعفر مهدوی استاد دانشگاه و عضو مجلس نمایندگان اینجا با من حضور دارند خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز آقای کوهستانی کمک کنندگان و حامیان مالی بیرونی طالبان از ادامه کمک ها و همکاری های با طالبان در افغانستان واقعا دل سرد شدند؟ به خدای بزرگ و با عرض سلام به بینینده جناب مهدوی صاحب همکارای شما البته بعد از مرگ اختر محمد منصور که صورت گرفت یک مقدار کمک های انگفت مالی را که قبل از او جمع شده بود با مرگ اختر محمد در درون رهبری طالبان این پول مفقود شده یعنی اختر پولاش پولا شده کجا گذاشته چگونه را به طالبات توضیح میکرد کسی که مسئول مالی بخش منصور بود به نام سورگل آقا گل زی بعد او معلومات داد که پولا امرای من نیست یا کسایی که پولای اختر مامد با خود داشتن پنهان کردن یک فشار کلان مالی برای طالبا بعد از مرگ اختر آمد و اونا کسی را به نام منشی فعلا به جای و به ایسی آمر مالی کردن که امکاناتشان بسیار محدود است البته در گذشته کمک های مالی زیاد از کشورهای عرب می آمد. در سال پس این که بحث داعش و النصره و جنگ های عراق و سوریه بود عملا این کمک ها از کشورها کاهش پیدا کرد گاهی به عنوان عشر و زکات یا کمک های که بعضی شیوخ با رهبرای طالبا و از شناخت داشتن این کمک ها را می پس آن دیده شد که کمک ها هم به جیب افراد میره در حقیقت برای طالب ها به تبدیل شدن اکثرا پولایی را که به نام امارت به دست آوردن در زمانی که هم ملا مفقود و لسر بود و تا زمانی که مرگش روشن شد دوران اخترم آمد اکثرا پولا را به جیب زدن یعنی اختلافات به وجود آمد دیگه یک دست واحد طالب نیستن که از یک جای روری شوند در ای اواخر هم که بحث مهاجرین و اخراج پیش آمده که پاکستان تلاش داره مهاجرین از پاکستان بیرون کنن یقینا نه ازب اسلامی نه طالبا شامل برنامه حفاظت نیستن تنها بخشای شبکه اقانی که بسیار نزدیک هستن با رهبری پاکستان اینا زمینه های حفاظتی را دارن در اطراف پشار برشون جا گرفتن و اینا قرارگاه دارن استثناء رهبران طالبا که اکثرش شناختی کارت پاکستانی دارن حتی تعداد مثل مولوی کبیر زن پنجابی داره که اکثرت سرعت و سرمایه شانه به نام پاکستانی پاکستانیشان به خاطر سرمایه و به کار می‌برن. به این لحاظ پاکستان نسبت به طالبا به گونه که در گذشته میدید به او دیدگاه ندارد طویل شدن جنگ نشان داد که طالبا به عنوان یک بدیل و جایگزین در آینده افغانستان مدرع نیستند جز دردسر شدن وزیر فشار قرار دادن پاکستان اخیرا هم فعالیت هایی که در کویت انجام میشد یعنی بیشتر از دو ماه میشه که معلوماتی از سرنوشت عیبت الله نیست طالبا یک بخشش مدعی هستند که در منطقه دالبندین و و گرد جنگل است تعداد هم میگن که مانند ملاقمر تحت نظارت پاکستان قرار گرفته به خاطر فعالیت های خودسرانشان همچنان مولوی علکوزی مولوی ابراهیم صدر که مسئول کمیته نظامی است اکثریت فعالین از کویتا بر آمدن به سمت گرد جنگل و کمپ پنج پای و کمپایی که در اطراف کویتا وجود داره این فشارها عملا وجود داره بالای طالبان و کمک های مالی هم از یک سال به این طرف پولایی را که خیلی از طریق کمیسیون به طالبا به والیا و ولسوالا می دادن بسیار بسیار محدود شده خیلی سپاس آقای مهدوی شما چگونه می بینین وضعیت آیا تغییر در نگرش پاکستان نسبت به حمایت مالی از طالبان در افغانستان آمده آنگونه آقای کویستانی اینجا مطرح ساختند بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام احترام خدمت بینندگان عزیز مهمان محترم برنامه جناب شما همکارایتان تصور ما است که طالبان امروز ماهیتی حرکت طالبان یا حداقل ماهیتی روش طالبان برای رسیدن به قدرت سیاسی در افغانستان در حال تغییر است دو عامل ممکنی اینجا مطرح باشه عامل اولی است که پاکستان از محل تمویل طالبان یا حداقل اقامت دادن برای سران طالبان یا هر حمایت های لوجستیکی یا اقتصادی و سیاسی که بوده و در شورا شورای کویت تحت فشار افکار عمومی و مقصد مجامع سیاسی و بینمی جهان قرار گرفت یک موضوع پاکستان اراده کرده است که برای طالبان اجازه داده یا حداقل فضا توری ساخته که طالبان تنها یک جریان آلت دست پاکستان یا یک جریانی که توسط طالبان تمویل میشه نباشه بلکه به لحاظ روشی تغییر ماهیت داده و به عنوان یک جریان سیاسی و نظامی طالبان در حال تغییر ماهیت است نزدیک شدن طالبان به روسیه یا زمزمای که هست که نزدیک شدن طالبان به ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای آسیای میانه یا چین نشان است که من بسیار بعید میدانم که تا پاکستان از طالبان به عنوان یک جریانی که بتونه بدیل حکومت باشه یا بتونه در آینده سیاسی افغانستان نقش داشته باشه مایوس شده باشه بلکه اتفاقا مجموعه شواهد و قرائن را ما بگونی میبینم که طالبان در حال آماده شدن هست به یک بدیلی سیاسی یعنی مخصوصا بس اخیرا مطرح کرده طالبان که از تاسیسات کلان وزیر بنایی در افغانستان حفاظت میکنه نه تنها اور تخریب میکنه روی آوردن طالبان به برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی و رسانه‌ای و مجموعه موضع گرفتن در برابر حرکات توریستی که علیه اطباع افغانستان مقصد غیر نظامی است که طالبان عاجل بیان می‌کند مجموعه از اینا نشان می‌ده که می تصور دارم طالبان خود آماده کرده که به عنوان یک جریان سیاسی و نظامی در حمایت از پاکستان در چارچوب برنامه‌ای در حمایت, در حمایت شده از پاکستان, پاکستان و یا نه مستقلانه این گونه طالبان می‌خوان ارزندام کنند فکر می‌کنم طالبان همونطور که عرض کردم هم یه به نفع پاکستان هست هم به نفع طالبان است به نفع پاکستان است که پاکستان میگه نعمت تنها کشوری نیستم که طالبان حمایت میکنم طالبان روسا رسما اعلان کرد کشورهای دیگه بوده یک ممنون. و به نفع به طالبان هم است طالبان از یک جریان سفاس. نظامی تروریستی در خدمت منافع پاکستان در حال تبدیل شدن به جریان سیاسی نظامی است که دایه کسب قدرت سیاسی در افغانستان داره آقای کوهستانی چگونه منابع مالی طالبان در افغانستان کاهش پیدا کرده که این گروه امسال نسبت به سالهای گذشته عملات خیلی شدید تهاجمی را در برابر دولت افغانستان راه کرده و حتی گزارش ها میرسانه که این گروه توانست بخشایی از شورای کویت را به ولایت هلمند انتقال دهند ده فکر میکنین در یک وضعیت کمبود پول طالبان میتونند این گونه تحرک داشته باشند؟ البته فراموش نکنیم که منابع تمویلی طالبا بسیار متعدد است یک بخش از پولایی است که به شکل ثابت و دوامدار از طریق پاکستان پرداخته میشه که اینا در صرافی های پشاور و کویتا به عنوان ماش امارت بر ولسوال 25 هزار به والیا 50 هزار به رئیس های کمیسیون به مسئولین کنجا هستند به خاطر کرای خانه و مصارفشان میتن انوز ای کاهش پیدا نکرده. یعنی قطع نشده انوزم که انوزه است ای کمکا. معلوم نیست که چگونه ای پول از کدام طریق تزریق میشه به اینمی صرافیا افراد هر ولایت کسایی که ثبت نام هستن از صرافی ها پول ماور به دست اما پولایی که در عملیات ها به مصرف میرسید در سال 93 پایان 93 تقریبا 10 میلیون دلار روسا و ایرانی معلوم نیست که کدام من بهشون چقدر پرداختن 10 میلیون دلار به اختیار طالبا قرار دادن که اینا در دا برابر دایش مقاومت کنن نروند بیشترین پول اینا به جیب زدن یعنی کلاناشون اختر و سایرین اختلافات بینشان ایجاد شد در حال حاضر بیشترین جنگجویا را تقریبا خود های پاکستانی که خود در خطر میبینند مثلا کسایی که در قطعات خاص یا سرخ یا کماندوهای طالب در عملیات اشتراک میکنن اکثرا در هلمند طالبای جنگجوی پاکستانی هستند اینا چون دیگه گزینه ندارن اگر طالبا کاملا از بین برن در حقیقت طالبای پاکستانی هم نبود میشن پایگاه اصلی طالبای افغانی است زمنا دولت افغانستان خودش ببینین به عنوان یک پروژه طالبان را حمایت کرده تمام پستایی که در یا هلمند سقوط کرده آگاهانه کمک نرساندن به نیروهای امنیتی افغان آن قدر امکانات و اکمالاتی را که طالبان در بغلان در قندوز در هلمند در اورزگان در بخش از ولایت های دیگه مثل فاریاب از منابع دولتی به دست آوردن اینا این امکانات نظامی را وقتی از بیرون تدارک نکردن به دست خود دولت افغانستان ب... یا حاکمیت موجود اراده بر پایان پروژه طالب نداره طالب پروژش پایان یافته اختلافات به قدر کافی در رهبری طالبا امی وجود داره فصل به اعتمادی شکل گرفته پشا... کسایی که در شورای پشاور هستن با کویتیا در رابطه بسیار خوب نیستن یک نوع اختلاف تمرکزگرایی قندوریا برای رهبری آینده یا مدیریت طالبا با اوزه که در شرق وجود داره بین گروه اوزه جنوب وجود داره یعنی که مولوی کبیر و سایر کسایی که در پشاور فعال هستند اینها چندان میان خوب با شورای کویت ندارن یا برابران رهبران کویت ندارن به این لحاظ اگر دولت افغانستان واقعا صادقانه پولای امنیت ملی را در قطر تحویل نکنن و این پروژه را نخواهند تعویض جایگزین دایش کنن یا تا زمان کریفای خود مقتدر میبینند طالب هم می حفاظت کنن اگر این نمی دیدگاه را تعویز بکنن شما قبول کنین که ظرف یک سال طالبا و دولت افغانستان برمیگردند اما به گفته آقای مهدوی طالبان قدرتمندتر از پیش میخواهند خودشان در افغانستان در میدان سیاست جلوه دهند دهن و تبارز پیدا شما کنند به حد طالبا در درون اختلافات دارند ام. که امید دیدگاه چند دسته ای که در درون کابل است میان اوضاع اقتدار اینی دیدگاه اختلاف برانگیز در درون طالبان وجود اما این گروه به گفته آقای مهدوی آلا از یک گروه نظامی و تورسی، چهره تبدیل میکنه به یک گروه سیاسی در افغانستان خودش به عنوان یک جریان سیاسی در افغانستان نداره برای از این پروژه داره پایان یافتن است حمایت ندارن چون وقت ماجرین مبرای مثل حزب اسلامی مدیار یک مدیار در کنترل فیلیپ پاکستان است فعلا در دفتر استخبارات پاکستان زندگی میکنه یعنی او نمیتونه دپندی است آزادی مطلق نداره رهبرای طالب که بخواین در پاکستان باشن آزادی مطلق ندارن باید تحت نفوذ پاکستان باشن ای برشون دشوار شده که دیگه دستاورد ندارن جز در افغانستان بدنام شدن اگر شما اندکترین پشامه در یک بایز اسلامی انجام دادین با طالبان انجام بدین طالبان به کابل برمیگردن تنها دفتر قطر است که مشروعیت میبخشه به طالبان خیلی تمام امکانات و ارتباطات از طریق دفتر قطر به عنوان ستون اصلی رهبری طالبان است. خیلی سپاسگزارم آقای مهدوی. حالا گفته آقای کویستانی پروژه طالبان در واقع در حال پایان یافتن است. چرا از این فرصت حکومت افغانستان استفاده نمیبره برای محو این گروه در افغانستان؟ البته بس که کویستانی سعی دارم مبانیش دقیق درک کردن نمی‌تونم. اما اون چیزی که شاید وقت قرائت نشان می‌ده تسلط بر بخش وسیع از واحد های جغرافیایی در داخل خاک افغانستان و تقویت دستگاه دیپلماتی، دیپلماتیک طالبا در روسیه و انواع کشورها در چین، در قزاقستان، در کشورهای آسیای میانه و ایران، حوزه خلیج فارس مجموعی ظرفیت ها رو وقتی من میبینم شما ظرفیت های نظامی طالبا در قندوز، در بغلان، در ولایت های شمالی، علاوه بر جنوب وقتی یارو ما میبینیم در حال ما قرار این چیز دیگری نشان میده نشان میده که طالبان در حال قدرت گرفتن است من می یک نکته را بگم انتقال یک بخش از شورای کویت دا به داخل افغانستان همزمان با وسیع شدن فعالیت های دیپلماتیک طالبان در سطح منطقه و در سطح جهان من فکر می چند پای بسیار واضح را در های مشخص یکی است اینا میخوای این پیام صادر بکنه که طالبان دیگر مثل گذشته یک گروه صرفا تروریستی و مزدور پاکستان نیست بلکه یک گروه است که دایه های مشخص سیاسی داره و در یک واحد جغرافی به نام افغانستان و نه مثل القاعده یا دایش یا دیگر گروه ها به دنبال صدور نوی تفکری اسلامیستی و دیگر کشوره باشه نکته دیگه است که نکته دیگه است که واحد جغرافی وسیعی که سال قد در اختیار طالبان نبود امسال در اختیار طالبان است مسئله دیگه است که مجموعی تحرکات پاکستان، مجموعی برنامه های طالبان، پیام هایی که صادر میکنه، فعالیت رسانه که پیدا کرده، دیپلماسی که فعال شده در درون در دستگاه طالبان، به نحوی طالبان را عنوان یک بدیل اه اه حکومت یا نظام سیاسی فیلی یا حداقل یک از شرکای اصلی ساختار قدرت سیاسی آینده افغانستان نشان اما یک نکته را میخوایم اینجا اشاره بکنم در پایان که به نحوی انتقال یک بخش از طالبان به هلمند به این مفهوم است که علاوه بر فشار نظامی که سر حکومت افغانستان آمده و بخش وسیع طالبان تصرف کرده این بنوی تحت فشار قرار دادن بلا سیاسی هم میتونه معنی داشته باشه آقای کویسانی هم شما اینجا بحث دوری پاکستان از طالبان رو مطرح کردن و هم آقای مهدوی بالاش تاکید داشت آیا پخش گزارش ها در پیون به دوری اسلام آباد از طالبان واقعی است و نه طرفند پاکستان به خاطر بیرون ساختن خود از فشارهای جهانی از بحره حمایتش از گروهای هراس افغان در افغانستان پاکستان بدون حضور اراس افغانی یا سازمان های تندرو اسلامی نمیتونه بیاتش ادامه بده به خاطر از که اوجا مرکز از فرقای مختلف است هم برای جنگ کشمیر و هندوستان هم برای جنگ در افغانستان و تامین منافعشان اما فشارهای زیاد جامعه بین پاکستان را مجبور ساخته که یک مقدار با طالبان فشار وارد بکنه که اینا از حالت رسمی در پاکستان تغییر بتن یعنی دفترهای رسمی داشتن اینا در دا پاکستان در بایپاس پاس شرقی بایپاس غربی شرقی پاکستان اینا در ستالایت تاون فعالیت رسمی داشتن این فعالیت ها محدود شده در اطراف کویت اما در ام. عقب صحنه همچنان در حمایت از طالبان قرار بله اکثریت م. از این کارت پاکستانی داره بزنس دارن شریک منافستن هستند با رهبرای طالبان پاکستانی از نزدیک رابطه دارن ای الله از شی... شع... شیوخ شناخته شده از بین رهبرای اسلام گرای پاکستان است پس اساس کدام منطق میتوان گفت که در واقع طالبان در افغانستان تضعیف شدن یونی در ببینید اگر دولت افغانستان شما مدیریت جنگ در سال قبلی در طول سال میدیدین که بارها قطات ما ماسره شده آگاهانه اینا تسلیم شدن وقتی برشون کسی کمک نکرده یک نوع تبانی در ساختارهای درونی ساختار قدرت و بیرون ساختار قدرت برای حفظ طالبان میبینین در غیر از او طالب توان تداوم مبارزه را نداره اما با گفته آقای مهدوی طالبان نسبت به سالهای گذشته امسال توانستن سایه در افغانستان بله ما کردیم قرارگاه ما تسلیم دادیم جزء تا ما یعنی شما وقت تعداد شهدای ما را و در پشت سر از میز بارها صدای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از هلمن ما آمدیم فریاد زدیم که 6 ماه سه ماه چهار ماه دو ماه شهداشون تخلیه نشد این اقدامات آگاهانی دولت بود که برخی از مناطق به دستور طالبان دادن طالبان او ظرفیت مدیریتی را دا که داخل هلمن پایگان او زمان تعهد به این بود که شاید جامعه بین المللی دیگه در عملیاتش اشتراک نمیکنه کنه را برای طالب داخل میان بعد از زدن منصور مشخص شد که جامعه بین المللی طالبان را میزنه که دا داخل افغانستان بیان شناسایی شوه مراکزشون به خاطر اونها جسارت آمدن داخل نکردن او طرف فشار پاکستان به خاطر اخراج ماجرین است ده ها طالب هم همیشه نوستم رهبرهایشان که فرمولاشون انتقال دادن یقینا یک تعداد در دا داخل آمدن برای از اینکه کمپ شمشتو کاملا ویران شد یک بخش از موجودین اخراج کردن به این خاطر هم یک طالب زیر فشار قرار گرفتن اوج دیگه تفکیک نمیشد تعداد محدود کارت خاص دارن کارتی که از آدرس... اسپیشال فرس پاکستان یا آیسای برشان داده شده که اونا میتونن در پاکستان فعالیت های مقداری علنی تر داشته باشند مزایمت یک برای ماجرین وجود داره قطعا به فامیلای طالبا وجود داره به حد بیزت شده بعضی از خانوادهای طالبا اتامه خبر دارم که از رهبرای نزدیکی که ما شما میشناسیم خانواده ش برده پلیس تا وقتی خانش چاپه زده نبوده زنش برده تا بندی کرده مردم رفتن از تانه کشیدن خیلی که منم نمیگیرم یعنی به می حد که شما فکر میکنین طالب در پاکستان دیگه آزاد فعالیت نداره بله. یا پاکستان مهم. سیاست چه تغییر داده بهم. یا فشار وارد کرده زیر بار فشار جامعه بین المللی یا میخواد کمی بار در افغانستان بندازه خیلی سپاسگزارم آقای مهدوی بحث حمایت نظام سیاسی افغانستان از طالبان چگونه است حالا به گفته آقای کوهستانی حکومت افغانستان در برخی موارد در اقدامات آگاهانه بخشای از افغانستان و به طالبان تخلیه کردند البته بحثایی که کویستانی مطرح کرد در طول بعد از حادثه ترخم فشارهای حکومت پاکستان سر مهاجرین واقعا فشارهای بسیار جدی بود واقعا وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بسیار تاسف بار هست خود طبعا در بین از اونها و وابستگان سربازا یا بعضی مسئولین طالبان هم یقینا موجود بوده اما یک بحثی که کویستانی صاحب مطرح تایید مگپی ما است ای که بخش از ساختار قدرت با طالبان تبانی کرده و برخی اولسوالی های یا عراضی را برای طالبان ایلا داده یا ای که ما تخلیه کردیم یا ای که تبانی شده یا ای که معامله شده در هر صورت نتیجه یک چیز است نتیجه قدرتمند شدن طالبان هست. نتیجه تضیف حکومت مرکزی افغانستان است چیزی که ما عینا میبینیم طالبان امروز متفاوت از طالبان دو سال قبل است طالبان امروز متفاوت از طالبان یک سال قبل است شما تصور بکنید طالبان امروز براحتی تانست دنیا رو متقاعد بکنه امریکا رو متقاعد بکنه که طالبان بسیار واضح گفتن طالبان یک گروه توریستی نیست طالبان مخالفین سیاسی حکومت افغانستان است و هنوز ما که بسیار نفوذ خود در بین سران حکومت حتی طالبان داره در مجموع میخوایم این جنبندی رو بکنم هر دلیلی شده باشه ما باوریم است که انتقال طالبان در افغانستان هم زمینه را برای قدرت گرفتن اونا فرام کرده هم نشان میده که طالبان اراضی رو بدی سوار که رهبران اونها میتونه در اینجا پایگاه داشته باشه بدون اینکه نگران از حملات حکومت افغانستان باشه آقای حالا با گفته آقای اراده سیاسی در حکومت افغانستان برای نابودسازی طالبان در افغانستان وجود نداره همزمان با اعمال فشارهای پاکستان بالا این گروه اگر اراده در حکومت افغانستان وجود می داشت این گروه در افغانستان تا یک سال و کمتر از یک سال دیگر محو دیگر توان مقاومت در برابر دولت افغانستان اصلا از دست میداد طالبان یک گروه که صرفا تروریستی نیست که ما بگوییم که مثال مثل گروه شبکه اقانی یا داعش یا اینان که در برابر حکومت افغانستان استاد شده باشه ما باید بپذیریم به دلیل فسادی که در درون حکومت وحدت ملی است به دلیل ناکارآمدی که در درون حکومت وحدت ملی است به دلیل رفتارهای خلاف ارزش های اسلامی و افغانی که بعضی قوت های خارجی در افغانستان انجام داده عملا یک بخشی از مردم باید بپذیریم که طالبان را پذیرفتن شما میبینید در بسیار از ولسوالی ها هم محکمه طالبان هست هم محکمه حکومت است ولی مردم ترجیح میده دعوای خود در محکم طالبان پیش ببره بنابراین از روی ناگزیری دیگر از روی حکومت نا، حاکمیت نداره حاکمیت نداره و یکی فسادی که در درون حکومت است از ما فکر میکنم برای حل مسئله طالبان یا که ما بتونیم به راه حل دست پیدا بکنیم باید نگاه خود عوض بکنیم طالبان را بپذیریم یا نپذیریم در بین بخش مردم افغانستان نفوذ پیدا کرده حکومت به حد ناکارآمد و فاسد و مستسل و فاقد اتوریتی سیاسی و نظامی است که مردم احساس میکنه در کنار طالبان بودن فرماتی میتونه امنیتی از وار فرام بسازم. خیلی ممنونم آقای مهدوی گزارش ها که تا مردم افغانستان اکثریت مردم افغانستان در واقع طالبان نمی پذیرند آقای کویستانی حالا طالبان با کاهش منابع مالیشان چگونه برخورد و تعامل خواهند کرد آیا در جستجوی منابع مالی به کشورهای دیگر خواهند افتاد یقینا البته ما به بسای مدوی یک بخش تایید میکنم که 50 فیصد حضور و قدرتمند شدن طالبا ضعف حکومت دوری افغانستان است فساد بی‌توجهی رشفت، خیانت همکاری با مافیای یا قاچاق برای مواد مخدر در منطقه که تعامل دارن باره برای رهبرهای طالبان و کلانهای طالبان اینا 50 فیصد است 50 فیصد باقی مونده که طالب حضور داره کمکایی است که از طریق دفتر قطر برای خود مشروعیت سیاسی میبخشن هر کدام تقسیم شدن به کشورهای مختلف تماس تعامل دارن اطلاعات رسانی میکنن و یک بخش هم حکومت پاکستان است سطح حمایت های حکومت پاکستان کاهش پیدا کرده به دلایل زیاد حکومت پاکستان درگیر است از طالبان به گونه گذشته که از عملیاتشون حمایت کنه اگر کمک های مالی پاکستان به طالبان هم قد گردت این گروه با مشکل مالی مواجه همچنان به جنگشان میتونند در افغانستان ادامه دهند امیج ارازی را که به دست دارند چرا بیشتر این جنگ دلمن شاید هستیم برای اینکه اراضی سوداور از برشان چرا جنگ در بدخشان بسیار زیاد قوی با منابع مالی داخلی هم میتونند جنگ میتونن ادامه بدن اما این نمی قابل مهار است منابع خارجی کاهش پیدا کرده ایرانی ها تجدید نظر هستند به حمایتاشون از طالبان روسو هم مذاکره دارن یا گفتگو دارن در سطح منطقه بزارم. که چوک نمیتونن تجدید نظر کنند. کنن یعنی بازی چند بودی است اما ممنون. طالب به او حده که ما بزرگ نمایی میکنیم خدا شاید است که بسیار از پا افتاده است خیلی است. سپاس جاوید کوهستانی آگاه مسائل امنیتی و دکتر جعفر مهدوی استاد دانشگاه و نماینده مجلس و ممنون از شما بیننده ها خبر کوتاه را در اخیر ببینید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در نیویورک با دوید پتروس رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا دیدار کرد کسی که اکنون یکی از نامزدهای پست وزارت خارجه آمریکاست. است پیشتر ترامپ برای این پست با میت رامنی سناتور جمهوری ملاقاتی ملاقات داشت اما از آنجایی که ترامپ از رامنی در جریان رقابت‌های انتخاباتی به شدت انتقاد کرده بود این گزینه مورد مخالفت شدید هواداران انتخاباتی ترامپ قرار گرفته است پتروس پس از دیدار با ترامپ به خبرنگاران گفت ترامپ اطلاعات وسیع درباره چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو امریکا دارد و باید دید که چگونه امور پیش خواهد رفت ترامپ هم در تویتر خود نوشت که همکنون با جنرال دوید پتروس ملاقات داشتم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم از نامزدهای پست وزارت خارجه امریکا به غیر از پتروس و رامنی باید بر رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و سناتور باب کورکر اشاره کرد دفتر ترامپ اعلام کرد که او روز شنبه با رامنی و کورکر ملاقات خواهد کرد